در دنیا هر روز رکوردهای مختلف شکسته میشه. شکستن بعضی رکوردها خطرناکه، اما آدمهای ماجراجو از خطر نمیترسن. اونا همه چیشونو میزنن توی یک کاسه که یه رکوردو بشکنن. شکستن رکوردهای خطرناک کم نیست، اما یک رکورد هست که شکستن اون از هر چیزی خطرناکتره. فکر میکنی چی باشه این رکورد؟ بالاترین سرعت روی زمین؟ ولی اشتباه میکنی، این رکورد بالاترین سرعت روی آبه که لقب خطرناکترین رکوردو گرفته. شکستن رکورد سرعت روی آب از 1930 کلید خورده. از وقتی که تونستن یک موتور بنزینی بزنن رو قایق، این رکورد شکنی شروع شد. کسانی که این رکورد رو میشکستن یا از آمریکا بودن یا از انگلیس. در سال 1930 سر هنری سی گریو اولین رکورد رو شکست. این آقا در همون سال 99 مایل معادل 159 کیلومتر روی آب سرعت رفت. در آن زمان سرعت سرسام‌آوری بود. اون خیلی مورد تشویق قرار گرفت، ولی میگفت من ناراحتم چون 99 مایل سرعت رفتم، چرا 100 تا نرفتم؟ اون به جمعیت گفت من دوباره میرم و دور زد که دوباره بره برای رکورد. اما آب دیگه شوخی بردار نیست. یک موج کوچیک باعث شد کله قایقش بره تو آب و چنان کوبیده شد رو آب و سر هنری سی گری و دستیارش رو در جا کشت. جشن رکورد شکستن به عزا تبدیل شد. این 159 کیلومتری که ایشون رفته بود به عنوان رکورد موندگار شد، اما کسی دیگه جرأت رفتن با سرعت بالاتر را نداشت. برای همین این رکورد شکنی 9 سال مسکوت موند. در سال 1939 مالکم کمپبل، افسر نیروی دریایی انگلیس، تصمیم گرفت این رکورد را بشکونه. اون موفق شد با سرعت 281 کیلومتر روی آب حرکت کنه. رکورد شکسته شد و کمپل زنده موند. بعد از این رکورد دنیا وارد جنگ جهانی دوم شد و دیگه کسی هوس رکورد شکستن نداشت. ولی در دهه 1950 مشخص شد که روی قایق میشه موتور جت گذاشت و با سرعت‌های سرسام‌آور حرکت کرد. جان کاب انگلیسی تصمیم گرفت نه تنها رکورد رو بشکنه، بلکه سرعت رو به 300 کیلومتر در ساعت برسونه. ایشون با قایقی که موتور جت روش نصب شده بود آماده شکستن رکورد بود. اون موفق شد تا 337 کیلومتر در ساعت سرعت بگیره، ولی هنوز کار تموم نشده بود. در اون سرعت یک تلاطم کوچیک آب باعث شد سر قایق اینم بره تو آب. فکر نکنید با این سرعت بخورین تو آب هیچیتون نمیشه. خوردن تو آب با این سرعت مثل اینه که خوردین رو بتون. جان کاب رکورد شکست، ولی نتونه ثبت رکورد خودش رو ببینه. دیگه همه به این رکورد با وحشت نگاه می‌کردن. می‌گفتن شکستن این رکورد یعنی خداحافظ. اما آدم ماجراجو کم نیست. در سال 1954 فدراسیون قایقرانی ایتالیا اعلام کرد که 5 میلیون لیر معادل 100 هزار دلار الان به هر کسی که رکورد جان کابو بشکنه میده. فدراسیون قایقرانی ایتالیا یک فتنه‌ای رو روشن کرد. خیلی از قایقران‌ها به طمع این پول به فکر افتادن. یک شرکت انگلیسی یک قایق ساخت به نام لوراسه. اونا قایقو برای شکستن رکورد به ایتالیا منتقل کردن. امنیت این قایق توسط هیچ شرکتی تایید نشده بود و در ایتالیا برگه ایمنی از این قایق نخواستن و گفتن برو بشکون ببینیم چی کار میکنی. لوراسه حرکت رو شروع کرد و سرعت لحظه به لحظه میرفت بالا. وقتی سرعت به 306 کیلومتر در ساعت رسید، به خاطر اینکه راننده جای درستی نشسته بود و فشار باد اونو اذیت میکرد، به یک بار کنده و پرت شد بیرون. راننده لوراسه با اون سرعت کوبیده شد رو آب و خودتون میدونید چه بلایی سرش اومد. حواستون که هست، تا به حال فقط مالکم کمپبل تونسته این رکورد رو بشکنه و زنده بمونه. برای همین پسر این آقا دونالد کمپبل تصمیم گرفت دوباره رکورد بزنه. اونها یک قایق ساختن به نام K7. K7 از آهن ساخته شد که به راحتی متلاشی نشه. برای همین در 7 سال بعدش این قایق 9 بار رکورد خودش رو شکوند و دونالد کمپبل در نهایت تونست تا 445 کیلومتر در ساعت سرعت بگیره.
دانالد کمپل در سال 1967 لقب سریع‌ترین آدم روی آب گرفت. دانالد کمپل دیگه تو پوست خودش نمی گنجید. اون 9 بار رکورد دنیا رو شکسته بود. اما طمع نذاشت اون خودش رو بازنشسته کنه و گفت من یه بار دیگه باید برم. اونها یک موتور قوی‌تر جت روی K7 نصب کردن. اون 475 کیلومتر سرعت رفت و تو رادیوش گفتش که بیشترم میتونم برم. برای همین دور زد که دوباره بره، اما حواسش نبود که تو اون مسیری که اومده کلی موج ایجاد کرده و الان صلاح نیست که تو این مسیر برگرده. اما اون گفت من میخوام بیشتر بزنم، برای همین گازشو گرفت. اون 400 کیلومتر سرعت گرفت. موجایی که تو آب وجود داشت دماغ قایق رو بالا پایین میکرد. همین بالا پایین شدن باعث شد به یک بار باد بیفته زیر قایق و بلندش کنه رو هوا. قایق چنانی خورد تو آب و رفت تو آب که تیکه تیکه شد و دانالد کمپل هم ریز ریز شد. به قدری ریز ریز شده بود که نمیتونستن یه تیکش رو جمع کنن. دانالد کمپل کشته شد، اما رکورد 475 کیلومتر سرعت روی آب به نام اون ثبت شد. بعد از اون چندین سال کسی هوس رکورد زدن رو نداشت، اما در سال 1978 یک استرالیایی وارد گود شد به نام کن وورهی. اون تونست با قایق خودش که موتور جت داشت و تونست به سرعت 511 کیلومتر در ساعت برسه. استرالیایی عمرش به دنیا بود و زنده موند و هنوز هم بالاترین رکورد جهان بعد از 42 سال دست اونه و هیچ کس نتونسته بشکنه. اما ماجراجو تو دنیا کم نیست، اونا سعی میکنن این رکورد رو بشکنن. در 13 نوامبر 1980 لی تیلر آمریکایی برای شکستن این رکورد آماده شده بود. در اون روز دریاچه‌ای که برای این کار انتخاب شده بود مناسب نبود و آب یه تلاطم کوچیکی داشت، ولی 1000 نفر دور دریاچه جمع شده بودن که رکورد زنی اون رو تماشا کنن. بهش گفتن آب خطرناکه نرو، ولی گفت نه 1000 نفر اینجا منتظرن که منو ببینن. اون هنوز سرعتش به 300 کیلومتر نرسیده بود که لرزشی که آب به قایق وارد میکرد باعث شد دماغش بره تو آب. دیگه خودتون میدونید چی میشه با اون سرعت. لی تیلر جلوی 1000 نفر تماشاچی از بین رفت. آخرین کسی که تصمیم گرفت رکورد کن واربی استرالیایی رو بشکونه در سال 1989 بود. کریگ آرفانز آمریکایی و دستیارانش یک قایق ساختن به نام رین اکس چالنجر. تمام بدنه این قایق از فایبرگلاس بود. اون شروع کرد به حرکت. همه چی داشت خوب پیش میرفت. سرعتش که به 483 کیلومتر در ساعت رسید، قایق به یک بار متلاشی شد. هیچ کس هم نمیدونه چرا. خیلی ها میگن فایبرگلاس ترک خورد و قایق رو کشید تو آب، ولی به قدری تکه تکه شد که نمیشد چیزی رو ثابت کرد. ایشون هم در این راه جونش رو گذاشت. از بعد از سال 1989 تا کنون هنوز هیچ کس پیدا نشده که بخواد دوباره رکورد بزنه. فعلا کن واربی استرالیایی سلطان این رکورده. اون الان 81 سالشه و هنوز هم به رکوردش افتخار میکنه. رکورد سرعت روی آب به عنوان خطرناکترین رکورد جهان شناخته شده. به نظر شما کسی پیدا میشه که رکورد کن واربی رو بزنه؟ خیلی خطرناکه، ولی انسان‌های ماجراجو زیادن. بالاخره یکی پیدا میشه.